نه مثل ساره ای و مریم، نه مثل آسیه ای و حوا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت زهرا. اگر هم شبیه کسی باشی، شبیه نیمه شبهای قدری، شبیه آیه تطهیر، شبیه سوره اعتینا. خورشید زمینی خدا یا زهرا، ای زینت نام مصطفی یا زهرا. مدح تو همین بس که شدی تا محشر همتای امیرالمؤمنین یا زهرا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر سرور و بانوی دو عالم، کوثر قرآن، همتای امیرالمؤمنین، و سلام و درود بر عطر خوش جان زندگی، و سلام بر شما بیننده های عزیز و ارجمند. یک سلام خاص و ویژه هم دارم خدمت شما مادران و همسران عزیز، خدمت شما عزیزانی که همیشه دوشادوش مردانتان زحمت کشیدین و تلاش کردین. سلام های خاص و ویژه من تقدیم همه شما خانواده های عزیز در سال روز میلاد با سعادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبرا. همراه شما عزیزان هستیم و این روز بزرگ به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. و اما شما عزیزان بیننده‌ای که همراه ما هستین، با برنامه جان زندگی با شما عزیزان هستیم و شما هم همراه ما. البته من تنها نیستم امروز و در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم و همچنین صمیمانه قدردانی میکنم حضور گرم عزیزان خواهران و بانوان عزیزی که امروز همراه ما هستند. امروز را به همه شما عزیزان تبریک میگم و صمیمانه هم خیر مقدم عرض میکنم. بسیار زیاد تشکر از همراهی شما و شما عزیزانی که اینجا حضور دارین و به شما هم صمیمانه تبریک میگم و خیر مقدم عرض میکنم. و سوالاتی هم اگر در ذهن دارین حتما آمادگی بگیرین که نوبت شما هم میرسه. سوال داشتم از دکتر صاحب توکلی و میخوایم که این ازشان پرسان کنم و بگویم که با وجودی که در جامعه ما پایبند اسلام هستن و همه عشق میورزن و اسلام، ولی دستورات اسلام را در مورد حقوق زن نمیپذیرند، چرا این گونه هستند؟ سوال بسیار خوبی است. جواب این هست که ما گاهی اوقات میخواییم که نظر خود خور به جای نظر خدا تحمیل کنیم بر دیگران و یک فرهنگ و عنعنات قبیله‌ای و قومی و تاریخی به نام دین، به نام قرآن، به نام اسلام، به نام خدا بر یک قشری از اقشار جامعه که اینا قشر زیردستن، محروم هستن و در طول تاریخ حق اینها خورده شده از ناحیه مردها، حرف خود خور به نام دین میخواییم قالب بکنیم و این بسیار چیز بدی است. من بدون مقدمه، بلکه که وقت هم کمه، بله، میخوام اینجا از منظر دین، از منظر روایات و آیات قرآن اثبات بکنم که قرآن و خدا هیچگاه حضور زن در عرصه جامعه منع نکرده. روایت توجه بفرمایید: عده از زنان حق طلب آمدن محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. عبارت عربی رو من میخونم و آدرسم میدم، هر کس خواست مراجعه بکنه. جاءت وافدت من النساء فقالت یا رسول الله الیس الله رب الرجال و النساء و انت رسول الله الیهم جمیعا فما بالنا یذکر الله الرجال ولا یذکرنا نخشا الا یکون فینا خیر. عبارت خوندم، ببینید تفسیر مجموع البیان جلد 3 صفحه 40. آمدن محضر رسول خدا زنها
گفتن که یا رسول الله در قرآن از مردها نام برده شده، ضمائر ضمائر مردان است ولی از ما نام برده نشده. ما فکر میکنیم که در ما، یعنی در گروه زنان، هیچ خیری نیست. چرا یه حرف زدن؟ چون یک ذهنیتی داشتن از او فرهنگ جاهلی منحط عربی قبل از اسلام که زنان، عرض کردیم از زبان خلیفه دوم عرض کردیم که فرمود کننا فی الجاهلیه لا نعد النساء شیئا، ما اصلا زنها رو به هیچ میانگاشتیم، یک موجود بله یک موجود بی ارزش که اصلا حقوق انسانی و کرامت انسانی بر اونها قائل نبودیم، یک خدمتکار مرد، یک خدمتکار مرد، دقیقاً جزء اموال و جزء مایملک مرد که به ارث میرسید. این سوالی که از محضر رسول خدا پرسیدن، این آیه شریفه نازل شد. آیه این هست: للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما. ببینید قرآن میگه که مردان میتوانند محصول دسترنج خود خورد در بستر جامعه ازش استفاده بکنن، یعنی میتونن تحصیل داشته باشن، میتونن شغل داشته باشن، میتونن درآمد داشته باشن، میتونن کسب نام و نان بکنن. بعد دقیقاً همین عبارت با تمام الفاظ در مورد زنها میگه. کسانی که اهل تفسیر هستن توجه کنن، اینجا عطف نکرد، دوباره میگه ولی نساء نصیب من مکتسب، تمام کلمات دوباره تکرار کرد، میگه زنان مرد میتونه، بله همونطور که مرد میتونه، بله بله، در بستر جامعه حضور پیدا بکنه و حق خواهی داشته باشه. درستم. یکی از حقوق زنها حق تحصیل هست. اگر قرآن به ما اجازه میده، پس چرا ما کاسه داغتر از آش بشیم و مانع حضور زن در اجتماع میشیم و حقوق زن را؟ بله محرزم اینه. ببینید جمله آخر، اگر اجازه تان باشه که یک کلمه فقط این جمله آخر به تمام. بله. میخوام از کنم، آیا ما مسلمان تر از رسول خدا هستیم؟ آیا ما مسلمان تر از خلفای راشدین هستیم؟ حضرت علی فرمود الجاهل و اما فارتون او مفرط، انسان جاهل یا افراط میکنه یا تفرید. دقیقا. اگر میگیم اسلام دین تعادل هست، خب بله. به این تعادل، به این آیات عمل کنیم. بله. بسیار عالی. خب تشکر میکنیم از صحبتهای جناب دکتر صاحب توکلی عزیز و از شما عزیزان هم جان سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردین، همراه ما باشین. و اما شما عزیزانی که اینجا شیشتین، شما هم سوال اگر دارین ما منتظر هستیم و کارشناسان محترم ما هم پاسخگوی سوالات شما هستند. سوالی اگر دارین بفرمایید. خب بله شما بفرمایید. عباره جان شما مایک تحویل بدین. خودتون رو معرفی کنین. بنام خدا باقری هستم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما بزرگواران و تشکر می‌کنم از مطالب ارزشمندتون. سوال من این هست که عمده‌ترین محدودیت‌ها و مشکلات زنان در افغانستان چه مسائلی هستن؟ بله بفرمایید خانم رضایی. من اول فکر میکنم که لازم هست که تشکر کنم از یه خواهر بزرگوار، به خاطری که اصل مسئله و محدودیت و مشکل رو که مطرح میکنن باید خودشون اشاره کردن که عمده ترین، یعنی اینقدر زیاد است، زیاد هست. شاید حتی عنوانی و لیستوار هم که بگیم از فرصتی برنامه متاسفانه گذشته. ولی با توجه به که وقت محدود است، من چند مسئله رو مطرح میکنم. اما مهمترینشان هم میگن. بیشتر هم از بعد روانشناختی. ما در توصیف انسان در روانشناسی سه ساحت رو در نظر میگیریم. یکی ساحت تفکرات و ارزش‌ها و ایده های ذهنی انسان است. یکی ساحت هیجانات و احساسات و عواطف او و یکی ساحت رفتار و اعمال و کردار او. نکته اساسی است که زنان افغانستان در حال حاضر از هر سه ای بود متاسفانه کاستی ها، محدودیت ها و مشکلات و موانعی دارن. اولین و مهمترین مبحث در بود شناختی، کشوری که حدود 4 دهه یا بیش از 4 دهه دچار مشکلات ناامنی است، پایه ها و بنیان های علمی و فرهنگی و دانش در اون متزلزل شده، یک زمانایی مطلقاً وجود نداشته و اگر بوده باز هم متاسفانه در حینی هم که اجازه ورود به مکاتب یا علم آموزی بوده باز ناامنی ها و محدودیت ها وجود داشته. بله بله دقیقاً. مسئله و مشکل اصلی در تمام اقشار جامعه ما، نه فقط زنان جامعه ما، ولی به صورت اخص در جامعه ما است که زنان ما آگاهی لازم رو ندارن.
چرا؟ به خاطر اینکه زمینه برای ایجاد آگاهی و دانش روز در اونها به وجود نیامده. در مورد دانش روز درست یا در بسیاری از مسائل؟ در قسمت اول در حیطه شناخت، در حیطه به عبارتی ارزش‌ها و آگاهی هایی که لازم است به عنوان یک انسان و بعد به عنوان یک زن مسلمان داشته باشم، متاسفانه آگاهی ها بسیار محدوده. یعنی خانم دکتر، یعنی ارزش خودش را نمیفهمه، حقوق خودش را متوجه نیست و جایگاه خودش را پیدا نکرده هنوز. درست. این نکته اول. در ساحت عواطف و هیجانات، ببینید، جنگ برای همه ناخوشاینده، ناامنی همه رو، یعنی همه اقشار جامعه رو، ولی به صورت خاص برای زنی که اگر به عنوان دختر کوچکی باشد در یک خانواده، پدر از دست خواهد داد و مرکز عواطف رو از دست خواهد داد. برای دختر جوانی که اگر همسر او دچار حادثه بشه و آسیب بشه، باز زندگی اجتماعی او و آینده او به خطر خواهد افتاد. برای مادری که صاحب چند اولاد است و همسر او از بین میره، بار سنگین مشقت های زندگی، یعنی تحمل فشار جنگ و ناامنی، حوادث و تخریب هایی که در قسمت احساسات و عواطف زنانه پیش میاد، بسیار بسیار سنگین تره. چرا؟ به خاطر اینکه ببینید، همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، ما جامعه قدرتگرا هستیم، یک جامعه مرد سالار هستیم. شاید اگر اون خشم در وجود مردها هم باشته میشه، به محض اینکه میتونن تعامل کنن، یک نحوی به شکل آشکاری به عبارتی بروز بده، سر مثلا اگه صاحب یک کار است، سر فلان کارگرش جیغ میزنه، سر یا حتی میایه تمام اون خشمی رو که از بیرون دریافت کرده، میه خانه سر زن و بچهش خالی میکنه. حداقل یک جایی و مکانی برای ابراز اونها وجود داره. ولی از بحث احساسی و عواطف هم متاسفانه زنان ما به شدت آسیب دیدن در طول 4 دهه. و این نکته آخر در بحث رفتار و اعمال، ببینید، من احساس میکنم به عنوان زنی که افتخار میکنم به اینکه در جغرافیای افغانستان و تبعه این کشور هستم، ولی با تمام وجود این لمس کردم که در جامعه ای که بسیاری از آداب و رسوم با وجود این که نه پیش زمینه دینی دارن، نه پیش زمینه انسانی دارن و نه هیچ حجت عقلانی، در این کشور فقط و فقط در مورد زنان اجرا میشه، در چنین جامعه زندگی کردن بسیار بسیار سخته. در جامعه ای که به زنان گفته میشود که تو مادامی هم که زنده هستی کسی نباید نام تو رو بدانه، زمانی هم که میمیری روی سنگ قبرتو نباید نامتو نوشته شود. بله، تو وقتی هم که میمیری یا همشیره فلانیستی یا مادر فلانیستی یا سبیه فلانیستی. یعنی ببینید، ظلم بالاتر از این فکر میکنم که متصور نمیشود. شما ببینید، یک موجودی که در هنگام وجود هم، ببینید، در واقعیتش در بسیار از فرهنگ ها در ولایت های ما، بردن نام دختر کسی، بردن نام خواهر کسی، بردن نام همسر کسی، بالاترین فحش ناموسی است. و حالا که همونطور که دکتر صاحب اشاره کردن، سوال اینجاست که آدم باید بپرسه که شما چگونه فکر میکنید که از پیغمبر آیا غیرتتان بیشتر است؟ از امیر مؤمنان آیا او به عبارتی هویت خانوادگی شما برای شما مهمتره؟ زمانی که اسامی همه همسران پیغمبر رو همه اصحاب میدانستن، زمانی که اسم همسر حضرت امیرالمومنین و دختران حضرت امیر رو همه میدانستن، ما در جامعه ای داریم زندگی میکنیم که بالاترین فحش برای یک مرد هنوز که هنوزه در قرن 21 ایست که کسی بگوید فلانی من میدانم نام مادر تو چیست. خب چه اشکالی داره تو بدانی نام مادر او چیست؟ ما در یک همچی جامعه ای داریم زندگی میکنیم و شاید متاسفانه با کمال تاسف، تصور یک همچی محدودیت رفتاری و فکری و هیجانی برای بسیاری از زنان در اقصا نقاط عالم حتی تصورش سخت باشه. دقیقاً. و خانم رضایی، صحبت هایی که کردن مرا به یاد یک موضوع انداختن. ببینید، ما از فاطمه زهرا سلام الله علیها همیشه یادآور این صحبت بودیم و می گفتیم که حضرت فاطمه زهرا در عفت، عفاف، عبادت، زهد، تقوا و و چقدر مسائل دیگه الگو هست برای همه. ولی یک شخصیت دیگه هم داشتن، یک ویژگی دیگه هم داشتن حضرت فاطمه زهرا، و او هم حضور در اجتماع بود. یعنی فاطمه زهرا در اجتماع حضور داشتن و با حضور گرم خودشان در اجتماع خطبه ها داشتن، سخنرانی ها میکردن، و این نشان دهنده ای هست که فاطمه زهرا سلام الله علیها، وقتی میگم الگوی برای ما هم هست، در همه عرصه ها و در همه زمینه ها باید الگو باشن. و نظر دکتر صاحب آقای توکلی را هم در این زمینه میخواییم که بشنویم. سوال بسیار خوبی است. من عمدترین مشکل در جهل حاکمان میدونم و در جهل مردان جامعه نسبت به حقوق زن و از این بالاتر جهل خود خانم ها نسبت به حقوق انسانی و الهی خود. شما وقتی که از حقوق خود آگاه نباشین، از مرد مطالبه حق نمیکنین و مردم حاضر نیست حق شما رو بده.
شاید بعضی از مردای وطندار از این حرف من ناراحت بشن، ولی من چون خودم مرد هستم و عرض میکنم، چون هم جنس خودشان هستم یه حرف عرض میکنم. حق گرفتنی است، حق دادنی نیست. ببینید، گفت تا نگریت طفل کی نوشد لبن. اگر این بچه خردسال در خانه گریه نکنه، مادر به او شیر نمیده. وقتی که خانم خودش نسبت به حقوق خودش ناآگاهه، از مرد مطالبه نمیکنه. و از باب این که الناس علی دین ملوکهم، وقتی که حاکمان در یک جامعه نگاه انسانی به خانمهای او جامعه ندارن، قطعا حقوق حقی هم بر اونها قائل نیستن، چون قائل شدن حق فرع بر این است که ما به او کرامت انسانی قائل باشیم. اول باید دور انسان وضعی حق بدونیم و بعد هم به او حق بدیم. من خیلی کوتاه عرض میکنم مشکلات و موانع تحصیل خانم ها و حضور اونها در جامعه موانع زیادی است. یکیش ناامنی، فقر اقتصادی هست، نگاه تبعیض آمیز نسبت به دختران، بله، ازدواج های زود هنگام، فقدان مکاتب دخترانه و معلم زن به صورت کافی وجود نداره، و عرف و انعنات و نقش بعضی از علمای دین که دین وارونه نشون میدن به نسل. درست. در واقع اسلام جوری معرفی میکنن که مخالف با علم و دانش و اندیشه و تفکر هست، که البته گفتم عده از اونها همه نه، عده زیادی از علما هم او حقیقت دین بیان میکنن. و نکته آخر عدم آگاهی نسبت به حقوق کودکان. اصلا ببینید این جزء منشور حقوق سازمان ملل هست که هر کودکی حق داره تا سطح دیپلم به صورت رایگان آموزش ببینه. این حق ذاتیست. حقوق کودکان خودش باز بله. یک صحبت‌های زیاد و یک جایگاه زیادی هست. انشالله بتونیم در یک برنامه‌های بعدی بتونیم در رابطه با حقوق کودکان هم مفصل صحبت کنیم. همراه ما باشین عزیزان بعد از یک وقفه. خب عزیزان بیننده، با برنامه جان زندگی همراه شما عزیزان هستیم و تشکر از همراهیتان که تا این لحظه همراه بودین با برنامه خودتان. و یک بار دیگه میلاد با سعادت صدیقه کبرا فاطمه زهرا را به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوار هستم که بهترین الگو و بهترین رهرو برای ما و شما عزیزان باشم. و من که سوال زیاد دارم از دو بزرگوار، ولی خب فرصت نمیشه که من سوالا رو پرسان کنم، وقت بسیار محدود است ببخشین. ولی فکر میکنم عزیزانی که اینجا حاضر هستن اینا سوالشان زیاده، من وقت خودم میتونم به شما و میخوایم که شما عزیزان سوالاتون رو پرسان کنین. خب کدام یک از شما عزیزان سوال داشتین؟ بله، ببینید چقدر سوالا زیاد هست و وقتم بسیار محدود. خب بفرمایید شما که او آخر هستین، شما بفرمایید معرفی کنید خودتان. سلام عرض میکنم خدمت شما و کارشناسان محترم برنامه. خدابخش هستم، طلبه سطح دوی حوزه علمیه. با توجه به ای که در مورد حقوق زنان گفتید، میخواستم پرسان کنم که به اساس کدوم قاعده به خلاف دستورات صریح اسلامی دختران از ارث محروم است؟ بله، بسیار عالی. بحث ارث رو مطرح کردید، من یاد یک سری از تعدادی از آیات سوره مبارکه بقره افتادم که دقیقا در این آیات اشاره می شود به کیفیت ارث. نکته ایجاست که بر اساس نص صریح آیات قرآن، ما دقیقا اونچه که پروردگار متعال می فرماید، لذکر مثل حظ الانثیین، برای پسر مثل بهره دو دختر است. پس دختر و پسر هر دو بهره می دارن. یعنی در این قسمت یکسان نص صریح آیه قرآن است که ارث هم به پسر میرسه و هم به دختر. ولی آنچه که متاسفانه در واقعیت فعلی جامعه ما از گذشته های دور، البته فقط مربوط به سالیان اخیر نیست یا چند دهه اخیر، این متاسفانه یک سابقه تاریخی تلخ داره در جامعه ما، ای که در اکثر قریب اتفاق فرهنگ عمومی و در ولایات متعدد در کشور ما مرسوم است که خب دختر ارث نمیبره.
چرا دختر ارث نمیبره؟ چون که احتمالاً برادرای او نفعشان نیست که دختر ارث ببره. در بعضی جایا ارث نمیبره یا اینکه نکلن ارث نمیبره. یا اینکه استثنایی وجود داره. نه من واقعیتش تجربه خودم را دارم میگم. در بسیار از موارد یعنی قسم نیست که بگیم مثلا ولایت‌های زون شمال یا در مرکز نه. همه جا هست. ولی ای گفتم همونطور که اشاره کردم یک واقعیت تلخی است که در جامعه ما از گذشته بوده و تا حال هم همچنان جریان داره. ای که خیلی به صراحت راحت گفته میشه که دختر که ارث نمیبره گویا که به صورت کلی ندیده میانگارند آیات قرآن رو و از او گذشته سیره و سنت پیامبر بله. و خلفا یک استدلال هایی برای خودشان دارن میگن دیگه این دختر از خود میره خانه شوهر بله. دیگه نیاز نداره که ببره یعنی نه اصلا بحثیست که این تفکرات اونا رو بیان میکنم بحثیست که اصلا کلن یک تفاوتی ما در برس ارث داریم خانجوری عزیزانم قطعا این رو میدانم که همطور که در آیه هم اشاره کردم خبرنگار مطال میفهمد لذت کردن مثل هزل اون سیعین یعنی برای هر پسر مثل برای دو دختر است بس تفاوت هایی که داریم در ارث بین دختر و پسر بین این که ارثی که زن از شوهر میبره یا برعکسش اگر زن بمیره شوهر از زن یک تفاوت هایی داریم که اون تفاوت ها به معنی تبعیض نیست بلکه همونطور که خامزوری در بیانات خودشون اشاره کردن گفتن اسلام دین نیست بر مبنای محور عدالت بر اساس این که در جامعه اسلامی در نظام اسلامی نگاه اقتصادی نسبت به مسائل در چارچوب خانواده چیست در نظام اقتصادی متکفل مثلا فرض کنید مخارج خانواده چه کسی در نظر گرفته شده مرد لذا به او دلیل بحث میشه که اگرچه یک اشکالی هم جدیدن ها وجود داره میگن که خب این مال 1400 سال پیش بوده. ابی قضیه که مرد مسئول هست و سرپرست مثلا برای پسر دو برابر دختر هست میگن طبع. که خب این مال 1400 سال پیش بوده که مردها عموما بیرون از خانه کار میکردن و زنان هیچ کاری نمیکردن. در قرن جدید در عصر جدید که زن و مرد دوش و دوش هم و کنار هم دارن کار میکنن این دیگه اصلا کاربردی نداره و یا اشکالی نداره یعنی اینکه به این معنی که باید مساوی است و این به عبارتی اشکال یا شبهه است که مدرن ها مطرح میکنن ولی اشکالی که شما گرفتید متاسفانه آقای دکتر صاحب اشاره کردم که امیرالمومنین میفرمایید یا مردم افراط میکنن یا تفرید آنچه که در واقعیت جامعه ماست بس تفریدش است و آنچه که در بعضی از کشورهای به اصطلاح مدرن مثلا افراط دارن است. چرا مساوی در نظر نمیگیریم چرا تفاوت وجود داره ولی در کشور ما است کلا اصلا این که میگم کشور ما یک واقعیت است که همه نیستن ولی متاسفانه باید پذیرفت که در بسیاری از مواقع وجود داره و این گفتم که من همونطور که در اوایل عرضم خدمت دوستان عرض کردم بحث منفعت طلبی است یا شاید بفهمده دکتر صاحب شاید بعضی ها نمیدانن واقعا چرا نمیدانن من ایره چند سال پیش در یک مناسبتی در ولایت هرات به معاون فرهنگی او دوره گفتم یک حقیقتی است که شما ما فقط روی پاسپورتمان یا روی تذکریمان نوشته شده جمهوری اسلامی ولی آیا در جامعه ما احکام اسلام قوانین اسلامی حقوق اسلامی وظایف اسلامی به صورت گسترده به مردم آگاهی داده میشه تعریف میشه گفته میشه نه جالب اینجاست که حالا مثلا در فقه ما داریم که در نماز جمعه ای که هم عبادی و هم سیاسی و هم اجتماعی است در نماز جمعه مثلا ما داریم که در بسیار از به عبارتی در فقه تشیع زنان و مردان هر دو با هم حضور پیدا میکنن در نماز جمعه و در نماز جماعت ولی در معمولا حالا نمیشود گفت که بگیم که اونها نمیپذیرن ولی رسمی نیست هنوز در جامعه اهل سنت که در نماز جمعه خانم ها هم کنار مردها شرکت درستن ببینید آگاهی داده میشه از طرف به اصطلاح از منبر از طریق وعظ موعظه داده دیگه حالا اصل ارتباطات هست دیگه همه در رسانه های ما گفته میشه به اون شکل درست نه آیا ما قدرت به اصطلاح نظریه پردازی به لحاظ علمی اونقدر داریم که کتاب چاپ کنیم که مقاله بدیم که مجله هایی داشته باشیم که در اونا بپردازیم نه پس یکی میشود این رو پذیرفت که شاید دلیل اصلیش جهل و ناآگاهی باشه ولی بعد از اون یک واقعیت غیر قابل انکاری است که یک منفعت و یک خودخواهی است که در ذات انسان وجود داره خودخواهی همه انسان زمانی که قدرت برای غلبه داشته باشن قدرت برای منفعت طلبی داشته باشن او رو استفاده میکنن کمان که در قرآن اشاره شده که حالا قسمتی از آیه فراموش کردم ولی اشاره میشه که لیفجر امامه انسان تمایل به ای داره که بدرد پیش روی دقیقاً یعنی اگر برای انسان حد یقف وجود نداره در ذات همه انسان ها این تمایل به منفعت طلبی و به عبارتی از حد گذر کردن و زیر پا نهادن بسیار بسیار قوی است و متاسفانه این یک واقعیت خانم دکتر رضایی یعنی که جهل ندارن میفهمن
متوجه هستن، ولی میگن که ما همین گونه بزرگ شدیم، نسل در نسل ما به همین تفکرات آمدیم و حالا نمیتونیم این تفکراتی که همراه خود از سالیان قبل آوردیم، از نسل قبل آوردیم، ما او را دیگه نو بسازیم و تغییر بدیم. بله، یه عده گفتم که بس منفعت است، ولی یک واقعیت غیر قابل در جامعه ما است که یک عده مطرح ندانند. خب تشکر و سپاسگزار از دکتر صاحب خانم رضایی و صحبت‌های بسیار خوبشان، و چه خوب است که بازم سوال شما عزیزان را بشنویم و ببینیم که چی هست. کدام یک شما عزیزان سوال داشتین؟ بفرمایید شما. به نام خدا و با سپاس از حضور ارزشمند کارشناسان محترم و همچنین عرض سلام خدمت همه حضار و بینندگان گرامی. ممنون. قاسمی هستم، لیسانس حقوق و علوم سیاسی. اشاره شد به مسائل و مشکلات عمده زنان در افغانستان. میخواستم بپرسم که با توجه به جامعه سنتی حاکم بر افغانستان، چه راهکارهایی برای حل مسائل حقوقی زنان میتونه وجود داشته باشه که از او استفاده کنیم؟ بله، تشکر میکنیم خانم قاسمی و جناب دکتر صاحب توکلی، ازشان میخواییم که این سوال بسیار مهم را برای ما جوابگو باشن که چه راهکارهایی هست؟ بله، تشکر از خانم قاسمی. ببینید، وقتی یک خانم درس میخونه، تحصیلات داره، سوال او هم سوال عالمانه است، سوال بجا و بسیار بسیار دقیق. جواب خود قرآن فرموده که کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیته. همه ما میتونیم معلم باشیم در جامعه و همه ما میتونیم متعلم باشیم. یعنی در واقع درس خواندن و درس دادن یک نهضت همگانیست، یک کاریست که تک تک افراد جامعه، زن، مرد، پیر، جوان، پدر، مادر، همه باید نسبت به آگاهی بخشی یک نسل خود مسئول بدونن. اگر این فرهنگ در جامعه ایجاد بشه، شما ببینید وقتی یک لامپ در خانه خاموش هست نصف شب، هیچ کس از جا خود نمیتونه تکون بخوره، همه به هم دیگه میگن آقا پاشو لامپ روشن کن. تا این لامپ روشن نشه، کسی نمیتونه حرکت داشته باشه. حرکت، تپش، تکامل و تعالی در جامعه وقتی ایجاد میشه که همه نسبت به روشنایی و نهضت روشنایی خود مسئول بدونن، حرکت داشته باشن. ما باید به تاریخ بنگریم. ببینید شما تاریخ چین، تاریخ مصر، تاریخ آفریقا حتی و تاریخ اروپا رو ببینین، اصلا نهضت روشن اندیشی و تاریخ اسلام، چرا جای دوری بریم؟ در وقتی که پیغمبر صلوات الله علیه آمد در جامعه جاهلیه عرب قبل از اسلام، شعارش این بود که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. ببینید داره استفهام تقریری میکنه، آیا عالمان در یک جامعه با نادانان مساوین؟ هل یستوی الاعمى والبصیر، آیا انسان کور با انسان بینا مساوی است؟ قل ام هل تستوی الظلمات و نور، آیا ظلمت و نور با هم دیگه مساوی است؟ اگر در همینجا که ما نشستیم نور نباشه، آدم از آدم نمیتونه تکون بخوره. شما اگه تکون بخورین میخورین به میچوکی، دست و پا شما میشکنه. علم در جامعه مثل نور هست، همه ما نسبت به نور بخشی، نسبت به در جامعه باید احساس تکلیف بکنیم، ولی وظیفه معلمان، وظیفه دانایان، وظیفه آگاهان از همه بیشتر هست. حضرت علی علیه السلام فرمود ولولا ان اخذ الله على العلماء الا يقاروا على كذه ظالم ولا ثقب مظلوم لالقيت حبلها على غاربها. اگر فلسفه حکومت من بر شما از بین بردن جهل جاهل و دادن حق، گرفتن حق مظلوم از ظالم و دادن حق مظلوم نبود، من اصلا عطای حکومت بر شما رو به لقای او میبخشیدم. فلسفه حکومت اینه که به جامعه آگاهی بخشی داشته باشه. و نکته مهمتر اینه که جامعه باید خودخور نسبت به حقوق خودش آگاه باشه. درست. ببینید منظور من از جامعه فرد هست، یعنی اینجا چون بحث خانم‌ها هست، خانم‌ها باید نسبت به حقوق خودشون مطالبه کنن. در خانه شما باید نهضت درس خوندن را بندازیم، نهضت مطالعه کردن، نهضت آگاهی بخشی. اگر معلمان جامعه ما نسبت به نسل خود احساس مسئولیت داشته باشن، ما میتونیم یک نسل آگاه، متعالی، متکامل، بصیر، فهمیده که به خودآگاهی رسیده، به تعالی رسیده، به خودشکوفایی رسیده داشته باشیم. من خیلی کوتاه عرض کنم،
و این حرف حرف دل بنده و شماست. دوستان گرامی، خواهران بزرگوار، مادران، همشیره ها، کارشناسان محترم، این حرف حرف همه نسل ماست. این حرف حرف همه نسل ماست. گفت بیا بلند بخوانیم هر کرا گوش است، چراغ دولت این قوم از چه خاموش است. شاعر هموطن ما این سوال کرده، من جوابی رو در یک بیت دیگه میدم. بیت اینه، گفت که از دفتر زمانه فتد نامش از قلم، هر ملتی که مردم صاحب قلم نداشت. ما وقتی در تاریخ درخشیدیم که بو علی سیناها، مولاناها، ناصر خسرو به قبادیانی بلخی، خواجه عبدالله انصاری و امام فخر رازی داشتیم، و زمانی دچار انحطاط و افول شدیم و زمانی در جامعه جهانی نابود شدیم که چراغ علم در جامعه ما خاموش شد و فرار مغزها ایجاد شد. بله، فرار مغزها، فرار سرمایه ها. مهمترین سرمایه یک جامعه معدنها نیست، مهمترین سرمایه یک خانواده حساب بانکی اونها نیست، مهمترین سرمایه هر جامعه سرمایه انسانی است. و سرمایه انسانی یعنی یک نسل درس خوانده، تحصیل کرده، آگاه، فهمیده ای که به خودآگاهی رسیده و در قبال نسل آینده خودش احساس مسئولیت داره. بسیار عالی، تشکر و سپاسگزار دکتر صاحب آیه توکلی و همچنین خواهر خوبم دکتر صاحب رضایی عزیز و محترم. بسیار استفاده بردم، من که اینجا شیشته بودم به واقعیت بسیار استفاده بردم و بسیار عالی بود. و انشالله که شما عزیزانی هم که اینجا شیشته بودن، شما هم انشالله که رضایت کامل داشته باشین و استفاده های لازم برده باشین. و شما عزیزان بیننده که شما هم تا این لحظه همراه ما بودین، تشکر میکنیم از شما عزیزان هم و انشالله که شما هم استفاده های لازمه برده باشین. و اگر سوالاتی هم در ذهنتان بوده باشه، حتما به این طریق که صحبت کردن کارشناسای ما، حتما سوالات خود گرفتین و جوابش را دریافت کردین. و در آخر برنامه هستیم و میخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم. خب خانم دکتر رضایی، شما جمع‌بندی میکنین برای دو دقیقه یا شما اول؟ خانم دکتر رضایی بفرمایید. به مناسبت میلاد فرخنده حضرت زهرا، ای افتخار نصیب خودم میکنم و همینطور هدیه ای تقدیم ساحت همه دوستان. با وجود تجمیع صفات حضرت زهرا، من این بحث رو جمع‌بندی میکنم. بزرگی فرمود که یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های بانوی عالمه این است که حضرت زهرا در سه نقطه زن مسلمان رو تعریف کردن و به اوج رساندن: در بنیاد فردی و شخصی و عبادی، رابطه با خدا به گونه‌ای بود که وقتی در سجاده می‌نشست ما عرش می‌رفت. بله. و در بعد تربیتی و انسانسازی به گونه ای برخورد میکرد با همسر، به گونه ای برخورد میکرد با فرزند که بهترینه. کمان که در از امیرالمومنین پرسیدن که شما زهرا رو چگونه یافتید، گفت بهترین، به عبارتی همراه در عبادات خدا. و همینطور سبک فرزند پروری و تربیت فرزند در مورد امام حسن و امام حسین و زینب سلام الله علیها. و در قسمت سوم که بسیار بسیار مورد توجه هست، در بعد اجتماعی و در بعد فرهنگی، حضرت مدافع حق، حقگو، حق‌خواه و بسیار بسیار در همه صحنه‌هایی که لازم بود حضور پیدا کنه. اگر که در وعده در زمان جنگ بود، حضرت به عنوان پرستار حاضر بود. دقیقاً. اگر در زمان نیاز به جامعه به علم آموزی داشت، رجوع می‌کردن به او، از او سوال می‌پرسیدن و اون حضرت پاسخ می‌داد. و در زمانی که لازم شد علناً ابراز بکنه که جامعه داره به سمت انحراف کشیده میشه، هیچ کسی بهتر از صدیقه طاهره نمی‌تونست واضح و روشن به عبارتی واضح بکنه که انحراف جامعه کجاست و به چه شکلی و سکوت نکردن. بله. ولی لذا خواهش من هست که اگر زنان جامعه ما در وهله فعلی دچار یک محدودیت و یکی که نه البته محدودیت های گسترده و ممانعت ها شدن، تمسک بجوین و توسل بجوین به وجود نازنین الگوی همه زنان و مردان جهان که در این بود، در بود فردی اگر که یک سری توانایی به عبارت چیز ندارن، در بعد فردی و در مورد رابطه با خدا تأکید میکنن بر معنویت، درستن، بر باور به خدا، بر توکل به خدا و خواست خدا، که انشاءالله خداوند به ما توفیقی بده که انسان باشیم. و وقتی یک زن به خدا به بالاترین تعالی به مادری رسانده، از این حق خودش و از این به عبارتی رسالت خودش بشه که درست استفاده کنه، در عرصه تربیتی بسیار بسیار دقت بکنن که مادران امروز جامعه آینده سازان فردا هستن
و اونها هستن که جامعه رو به صلاح و فلاح و رستگاری میرسونن و در بعد اجتماعی و سیاسی هیچگاه فراموش نکنن که یک زن هم مانند یک مرد باید و لازم است که از حق دفاع کنه، پشتیبان حق باشد و هر جا که لازم بود حق رو با صدای بلند ثبت. بسیار عالی، تشکر و سپاسگزار. برای دو دقیقه دکتر صاحب آقای توکلی شما هم یک جنبندی داشته باشین. من عرایز خود به این صورت جنبندی میکنم که همه علمای کرام، مفسرین گرانقدر و محدثین میدونن که حضرت عایشه بعد از رحلت پیامبر در خانه پیغمبر مینشست و اصحاب مراجعه میکردن، سوالات علمی خور از حضرت عایشه میپرسیدن. در منابع شیعه هم موجود هست که یکی از کارهای حضرت فاطمه سلام الله علیها این بود که پاسخگویی داشتن نسبت به مسائل علمی، فقهی، اعتقادی، تفسیری و حدیثی به زنان جامعه مدینه، مردم مدینه. این خودش علم آموزی و رسالت اجتماعی است. این اولا. و ثانیا این که ما میگیم حضرت زهرا سلام الله علیها الگو هست، الگوی عملی، صرف به عنوان یک مادر تنها و یا یک همسر تنها نیست. خب همه زنها مادرن، همه هم همسرن، الگو بودن در همه ابعاد هست. حضرت زهرا او وقتی که احساس مسئولیت کرد نسبت به جامعه آمد و خطبه خوان و این همه قبول دارن. بله، سخنرانی ها و سخنرانی های فراوان کرد و باز عرایض خود تمام میکنم با شعر ناصر خسرو به قبادیانی که فرمود نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، برون کن ز سر باد و خیر سری را. به خود خو عرض میکنم و به وطندارای عزیز خود در کل جهان که میگن چرا الان ما دچار انحطاط و افول شدیم، چطور خود کنی اختر خیش را، بعد مدار از فلک چشم نیک اختری را. درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را. و السلام علیکم و رحمت الله. بسیار عالی و زیبا به پایان آمد برنامه جان زندگی با شعر بسیار خوب و زیبایی که دکتر صاحب توکلی خواندن و صحبت‌های بسیار زیبا و مفید خانم دکتر رضایی. فاطمه متولد می شود، دختری که مادر پدر است و خیر کثیر، مادری که 11 ستاره آسمان و امامت و ولایت را مادری کرد. مشرکان پیامبر را ابتر نامیدند و خداوند فاطمه را کوثر. تشکر از همراهی گرمتان و خدا نگهدار.